با عرض سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال آزادی، این هفته با آقای بنی‌صدر در زمینه اندیشه راهنما و ایدئولوژی و ربطشون با قدرت به گفتگو می‌نشینیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بنی‌صدر. سلام بر شما شنوندگان و بینندگان فارسی زبان از جای جهان که می‌زیرند. عرض کنم خدمت شما آقای بنی‌صدر و همچنین بینندگان محترم که مسئله اندیشه راهنما و همچنین ایدئولوژی و ارتباطی که با قدرت داره مسئله خاصه امروز ما نیست، از دیرباز این مسئله همه جوامع بوده و از آنجا که در اکثر جوامع چه دچار نظام‌های توتالیتر باشن چه حتی در دموکراسی‌های به اصطلاح غربی، امر اصالت دادن به قدرت امری بوده که بخش بسیاری از مردم بهش دچار بودن و چون از اون دست نمیخواستن بکشن و اون قدرت را از اعتبار نمیانداختن اکثرا سراغ ایدئولوژی ها میرفتن و بسیار تقصیر گردن ایدئولوژی انداختن. خواستم در این گفتگو شما بشکافید و باز کنید اندیشه راهنما چیست، تعاریف لطفا بدید برای بینندگان محترم، همچنین ایدئولوژی کیست، ربطش با قدرت چیست و چه تأثیری در نظام اجتماعی داره ایدئولوژی. بله، از اینجا شروع کنیم که قدرت حتی در دانش سیاسی که در دانشگاه‌های علوم سیاسی تدریس می شود مکنون وسیله است، تلقی می شود، وسیله رسیدن به قدرت برای در واقع میگه سه تا کار سیاست سه کار رو انجام میده، یکی رسیدن به قدرت، دو به کار بردن قدرت برای متحقق کردن هدفهایی که در ایدئولوژی اونها توضیح داده شدن و موندن در قدرت. خب در این همین سه تا نقشی که علم سیاست برای سیاست میشناسد، قدرت بی‌طرف تلقی می‌شود و وسیله و فریفتاری بزرگ و دروغ بزرگ هم همینه. قدرت هیچ وقت بی‌طرف نیست، دو تا فریب بزرگه، یکی اینکه قدرت هیچ وقت بی‌طرف نیست. چرا؟ بذارین اینکه قبلا در باب قدرت و ویژگی‌های صحبت کردیم، اما حالا برای اینکه شنوندگان و بینندگان متذکر بشوند یادآور میشوم که قدرت رابطه زور بازوره. اگر این رابطه برقرار نشود چیزی به اسم قدرت وجود نداره. حالا زور میتونه یا یکیش متفبق باشه یکیش زیر، اون حالا رابطه زور دیگه، یکی مسلط میشه یکی زیر سلطه میشه یا هر دو زور میگن همزور هم، ولی خب بالاخره در این زور همزور هم در رابطه قوا هستن، میگیم همزور هم، یعنی مثلا قدرت همینه، تعریفش رابطه ایست که بین دو نفر یا دو گروه یا دو کشور برقرار میشه که در این رابطه زور نقش اصلی رو داره. حالا در این گفتیم زور رابطه زور با زوره، اما زور تنها نیست، اینجا مثلا یه ترکیبی هم از نیروهای محرکه مثل دانش، فن، سرمایه، ثروت عرض کنم و دیگر نیروهای محرکه به کار گرفته می شوند در این رابطه زور با زور. پس کنه امریکا با روسیه دعوا بکنه، این ارتش به کار می برن، جنگ بخواه میکنن، یعنی ارتششون تکنولوژی نظامی هر کدوم متفوق تر باشه او برنده است، یعنی اون فن و سرمایه اینا در توجیه به کار بردن زور نه، اون ترکیب در این رابطه به کار میده، در این رابطه اون ترکیب به کار میده. خب زور که بی‌طرف نمیتونه باشه، در این که تا دعوا نشه که زوری به وجود نمیاد، زور نیروه، در حال عادی نیروه، وقتی شما میخواید مثلا تخریب بکنید این میشه جهتش تغییر میدید، به این تغییر جهت نیرویی که تغییر جهت یافته و تخریب به کار می رود با میگیم زور.
خب این زور ویرانگره، پس بی طرف نیست. یک. دو، اون ترکیبی هم که با زور ساخته می شود اونم بنابراین بی طرف نیست، برای اینکه اون ترکیب فقط برای این ایجاد میشه که در رابطه قوا به کار برود. اگر نه که اون ترکیب مردم توی عقلشون هم گفت که گم نکردن که بردارن یک نیروهای معرکه رو ترکیب کنن با زور برای که به کار نبرن. خب این مال قدرت. از قدرت بی طرف نیست، هم در ترکیب اون نیروهای معرکه با زور، هم در رابطه زور با زور که نمیتونه بی طرف باشه. دو، میگوید فریب بزرگ، به اصطلاح فریفتاری و فریب بزرگ. دوم این است که میگویند که این ایدئولوژی است که مالک زوره، اوست که زور رو به کار میبره. اینم دروغه، خیلی دروغ کنده است. چرا؟ به لحاظ این که در اون ترکیبی که گفتیم ایدئولوژی شرکت نداره، نمیتونه شرکت بکنه، به کار نمیاد، به کار توجیه کردن میاد. چرا شما به دیگری زور میگی؟ باید یه توجیه براش بتراشی. ایدئولوژی کارش این توجیه. چرا اون ترکیب میسازی؟ یه توجیه باید براش بتازی. پس کار ایدئولوژی میشه چی؟ توجیه. توجیه چی؟ قدرت. پس ابتدا اون رابطه و اون میل به تخریب و رابطه زور به وجود میاد، بعد ایدئولوژی به کار ساختن توجیه برای این رابطه. نه، همون وقتی که میخواد به وجود بیاد. نه، یعنی بعد از نقطه نظر زمانی. یعنی بعد به معنی که اون میخواد رابطه قوا برقرار بشه، این باید توجیه بشه. پس این قدرتی که نیاز به توجیه داره و ایدئولوژی رو به خدمت میگیره تا توجیهش بکنه. اگر اون قدرت نباشه، رابطه قوا برقرار نباشه، توجیه هم لازم نیست و اندیشه رانما هم هرچه باشه چون چیزی وجود نداره توجیه هم نمی کنن. و در واقع این قدرتی که صاحب مالک ایدئولوژی است، نه به عکس. این است که شما اینا که همه با ایدئولوژی میان به قدرت میرسن، از این جهتی که هر وقت دولت مرام معنده بشود ویرانگر میشود. به لحاظ این که این فریب از اینجا شروع میگه. مثلا در ایران میگوین ما دین دولتی، آقای منتظری میگو دین دولتی نمیخواستیم، دولت دینی میخواستیم. و این دروغ، دولت دینی نمیتونه وجود داشته باشه، برای اینکه دولت صاحب دینه، نه دین صاحب دولت. ساختارش قدرت، بنابراین ایدئولوژی قدرت در توجیه همون این فقط باید دور توجیه کنه. اون قدرت هم که چون سیاله که یه جوای نمیشه که این رابطه قوا که ثابت که نیست، اینه که مرتب این باید توجیه میخواد. امروز شما میگه که این کار باید بشود، یعنی قدرت میگه باید بشود، ایدئولوژی بیچاره باید بگه که این واجب است. فردا همون کار نباید بشه. مثل همین بحران‌هایی که تو ایران می‌ساختن دیگه، یه روز بمب کشور اسلامی باید بمب اتمی داشته باشد اسلام، یه دفعه میام میگه حرام اصلا باید داشته باشد. این کار اون ایدئولوژی نگونبخت باید این نیازهای متغیره عرض کنم که ایدئولوژی رو چی کنه؟ قدرت رو چی کنه؟ توجیه کنه. به این دلیل ایرانی ها شما جرأت کنید این قدرت رو ببرید زیر سوال، چون اونش که فاسد میکنه. من باز این رو تو میشکافم. حالا راجع به تعریف ایدئولوژی زیاد شده. ایدئولوژی در واقع مرام توجیهگر به کار بردن ایجاد و به کار بردن قدرت، ایجاد بابت اون ترکیب، به کار بردن بابت این رابطه زورباز. اما تعریف های دیگه هم دادم. خب یه فیلسوفی گفته ایدئولوژی مجموعه هماهنگ از ایده ها و باورها که به کار توضیح رفتار انسان در قبال زندگی در جامعه می آید. که بگیم سرراست رفتار انسان در
زندگی اجتماعی میاید و این رسم الخط کردار انسانی است. در مدرسه اینی که با بالای خطی خوش می نیسن بعد اون نقطه چین می کنن که اونا رو بچه پر کنه که این ایدئولوژیک مثل اون خطی است که بالا می نیسن که آد انسان رفتارشو پندار و گفتار و کردارشو با اون سازگار کنه. حالا من تعریف دیگری از خودم می عرض می کنم. فرض کنیم که ما یه دین یا یه مرامی داریم، حالا که این جز حق چشی چی توش نیست، اصول راهنمای عمومیش حقه. هر کدوم از بُعدهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی هم اصول راهنمایی دارن که باستاب اون اصول عمومی هستن، یعنی منطبق با اون اصول عمومی هستن. حالا ما انسان ها این هم فکر راهنمای ماست، با این بخواهیم زندگی کنیم. حالا میرسه به اینجا که ما میخواییم زور به کار ببریم. اون اندیشه راهنما درجا میگه این چی کار داری میکنیم، اون وجدان اخلاقی اون حقوق رو میکنه، ضابطه به سلام حق عمل و پندار و گفتار و کردار ما رو با اون میسنجه. درجا اون وجدان اخلاقی نهیب میزنه چیکار داری میکنی؟ این نقض حقه. چه میکنیم ما؟ یا باید که اون اندیشه رو آنوار بزنیم کنار یا دستکاریش کنیم بس یا برای یه چیز دیگه که این زور گفتن ما رو توجیه کنه، فکر دیگه پیدا کنیم که این رو توجیه کنه. بسه هموطنهای ما که مرجع تقلید عوض میکنن مثلا میگن در این مسئله من از فلانی تقلید میکنم که مثلا توجیه بکنه اون کلاه شهری که میخواد بذارن. داره همه هموطن ما بلند دارن که بلند نیستن، یادشون میره جوانا. خب یا باید که این رو کلاه شهری براش بسازه، یه توجیهی براش درست کنه. خب مثلا نخواست عوض کنه و خواست توجیه کنه، اینجاست که پای مصلحت به میان میاد. مصلحت ابتدا و ساکن وجود نداره، چیزی به اسم مصلحت وجود نداره. وقتی که آدمی نمیخواد به حق عمل کنه و توجیه لازم داره مصلحت پیدا میشه. خب مثلا اون فکر راهنما چون گفتیم همش حق دیگه، میگوید که دروغ گفتم نباید گفت، دروغ بده نباید گفت. خب حالا میخواد دروغ بده، توجیه لازم داره، اینجا مصلحت پیش میاد. من اگر راستش به طرف میگفتم که درجا سنکوب میکرد، ناچار بودم دروغ بدم. یا من رفتم بیرون یه خطایی کردم، حالا آمدم همسرم میپرسه کجا بودی، خب بخوام راستش بگم که زندگی میپاشه. از نشوش هم میذارن دروغ مصلحت آره دیگه راست فتنه اینی درست عکسش. به هر حال مصلحت خوب توجه بکنید، وقتی پیداش میشه سرکندش پیدا میشه که شما نمیخواهید به اون فکر راهنما عمل کنید که همش حق بود و میخواهید غیر حق عمل بکنید، خلافش انجام بدید. خب حالا شما اینو مداومت بده، به قول اون یهودی گفته بود که قمار که میکنه، دروغ که میگه، فرش که میدی، توزی که میکنی، هیزی که میکنی، خب یه دفعه بگو مسلمان. بعد میخواه همه این کارها رو انجام بده. حالا این یک رشته توجیهات لازم داره، پس یک رشته مصلحت ها میاد میشینه جای حقوق. یه وقت به خودش میام میبینه که از اون اندیشه راهنما فقط اسم مونده دیگه، هیچی نمونده جز مصلحت ها. این اندیشه راهنما قدرت اینجوری اندیشه راهنما را از خودش بیگانه میکنه. تا از خود بیگانه نکنم به ترتیب توضیحی که دادم نمیتونه به کار ببره. توجه کردی؟ چون هم اول که حق دیگه، اونه تا تبدیلش نکنه به مصلحت که نمیتونه به کار ببره، پس باید اول خرابش بکنه، فاسدش بکنه، بعد به کارش ببره.
بعد اون مرام بر اساس حق تبدیل شد به یک ایدئولوژی توجیهگر قدرت. قدرت که مجموعه از مساله. حالا تنها به اینجا نمیرسه. خب حالا اون دستگاهی که این مثلا بنیاد ایدئولوژی هر جامعه از حالات دین باشه، مثلا بنیاد روحانیت، نهاد روحانیت یا بنیاد روحانیت یا بنیاد ایدئولوژی که در جامعه هایی که از لحاظ سیاسی احزاب سیاسی دارای ایدئولوژی هستن، اون چیکار میکنه؟ اون حقوق رو که گفتیم دیگه کاربرد نداره، دیگه همه شده مسائل اونا چه باید بکنه؟ آخه باید اینا یواش یواش از این حافظه وجدان اخلاقی پاک کنه، جاشو بذاره تکالیف. تکالیف به جوری که این آدم هایی که دائم با مسائل زندگی میکنند و اون رو توجیه کرده اعمالشون میکنن، یادشون بره که این ازن حقوق، این اندیشه رما همش حقوق بود، حقم خود روش خودشه. یعنی شما تکلیف اگر داشته باشی، عمل به اون حقیست که اون طرز فکر به شما میگه این رو باید عملش عمل کنی، درست؟ او یادت میره تکلیف ها کدوم ها؟ قدرت فرموده. قدرت ظاهرش اینه که مرام گفته، مثلا مارکسیسم لنینیسم استالینیسم اینجور میگوید، یا اسلام ولایت مطلقه فقیه چنین میگوید، یا اسلام فیضیه تکلیف مداره دیگه اینطور میگوید. یک رشته تکالیف میبینی که از اون دینی که روز اول حقوق بود و چیزی جز حقوق نبود و تکلیف هم عمل به حق بود، اگر نه به عمل به حق نباشه قطعا عمل به قول زوره، به حکم زوره، جاش داد به یک مرامی ایدئولوژی که این جز تکالیف در اون نیست و جز مذهب قابل سنجیده شدن و به کار رفتن در اون وجود ندارد. این از خود بیگانه کامل. حالا به همینجا بسند نمیشه؟ نه نخیر، ادامه پیدا بکنه. شما حالا این آدمی که مقابل به زور گفتن و زور شنیدن معتاد شده، یا جامعه این که اینجور شده، مصابیه. من این مثال زدم برای اینکه هر کس بتونه خودشو بسنجه، هر جامعه گروه هم بتونه خودشونو بسنجه، جامعه ایرانی هم در جامعه های دیگه بشری هم این خودشونو با این واقعیت بسنجه. یعنی در واقع ببخشید آقای انصاری، همینجوری که قدرت حاکم دین رو توجیهگر نیازهای روزمره خودش میکنه و هر مرتب هم زد و نقیز میگه، جامعه باید به این تو مصلحت سازی عادت کرده باشه که وجدان اخلاقیش نهیب نزنه که جلوی این توجیهگری رو بگیره. اگر نه که معتاد نشده باشه. در غرب هم به همون میزانی که وعد وعید میدن و جامعه ساکت میشه، به همون میزان هم عادت کرده. اگر این جامعه غربی هم همین ترتیب عمل کرده باشه، میشه بهش وعده داد و عمل نکرد. خب تا اینجا معلوم شد که این رابطه قدرت با مرام چیست. شما فرشته بده دست قدرت تبدیلش میکنه به دیو، غیر ممکنه غیر از این بشه. ما برای این که فرشته به کار قدرت نمیاد، بخواد بیکارش ببره باید بکنه دیو تا تخریب بکنه قدرت، چون از تخریب قدید میاد دیگه. را گفتیم رابطه زور با زوره، در این رابطه هم چیزی غیر تخریب ممکن نیست. خب حالا یه جایی که چه وقت تا کجا این ادامه پیدا میکنه؟ قدرت تمایل داره به بزرگ شدن و متمرکز شدن. اگه نتونه بزرگ بشه و متمرکز بشه و این از بمیره. حالا در مورد ایرانش ببینیم این چیز رو، هم اون چه گفتیم و هم چی که الان مخواهیم بدیم، در اون چه در ایران روی داده باز ببینیم. خب مردم ایران انقلاب کردن، در اون انقلاب هم گل بر گلوله پیروز شد، یعنی روششون خشونت نبود. حالا اینجا اونجای خشونت های هم به کار رفته، روش عمومی نبود، روش عمومی این جنبش همگانی بود
که به سرباز گل دادن و به قول اون برف ها آب می شود، گفتگوهای سران ارتش، این گل از هر سلاحی کارگرتر شد و ارتش رو مثل برف آب کرد. یعنی در واقع این انقلاب، من میخوام این رو فکر متوجه بشیم سیر تحول چگونه بوده، یک اعتراضی بوده به تخریبی که اون قدرت حاکم قبلی حیات اجتماعی رو به خطر می انداخته و میخواستن از این قدرت رهایی پیدا بکنن بر اساس حقوق خود جامعه رو بازسازی کنن. این انقلاب رخ داد، حیات ملیشون رو بتونن ادامه بدن در بر اساس حقوق خود. خب اینه با چه مرامی انجام دادن؟ با اسلام، چون با مارکسیسم که نکردن، که با لیبرالیسم که نکردن، که اسلام کرد. از اسلام خشونتگرا نبود، خشونت زدا بود. مثلا گل رو بر گلوله پیروز کردی که بس خشونت زدا بود. اصولی هم که تبلیغ میکرد استقلال بود و آزادی بود و رشد بود بر میزان عدالت اجتماعی و حقوق انسان را هم میشناخت. این در نقطه شاده از زبان آقای خمینی خطاب به مجموعه و جامعه بشری. ولایت با جمهور مردم است، مثلا یک جمهوری که در اون جمهوری یکایک هم ایرانی ها شهروند تلقی میشدن، بنابراین حقوقمند که اینا حق داشتن شرکت داشته باشن در اداره امور خودش. این بوده. حالا رفتیم ایران. با این فکر راهنما، من میزنم و من میکشم و من دولت میارم و من دولت میبرم و من این سالگاری ندارد، قدرت نمیشه بکار بود. با چه باید بشه؟ یا باید اون خرابش کنه به تدریج؟ اون هم آسان نبود، برای اینکه جامعه ما خب اون واکنشش رو میداد. از آمد خیلی راحت و آقا من در از راه مصلحت در اروپا یک حرفای زدم، نمیخوام خودم متعهد به اونها نمیدونم، در جا اون اسلام بوسید گذاشت کنار. به قول عبدالملک مروان که گفتن اولا داشت قرآن میخون، گفتن خلیفه شدی کتاب بس، گفت هازا فراقم بینی و بینت بین من و تو جدا گفتن. چون ما اون قرآن نمیشه دیگه، خلافت زور جور درده میده. خب اینه که گذاشت کنم. خب با اینها پیشنویس قانون اساسی بر از حاگه ولایت جمهور مردم تنظیم شد. خب مجلس خبرگان زدی رو، برخلاف حق نداشت این کار رو کنه، برای اینکه انتخاب شده بود برای بررسی اون پیشنویس. به خودش وکالت فضولی داد، نشست و قانون اساسی ولایت فقیه. حالا چه تلاش ها شد که این در نظارت فقیه خلاصه بشود، الان جای بحثش نیست. شد نظارت فقیه و یه آقا میخواست که قدرت به کار ببره، با اونم جور نبود. خودش آمد گفت که مردم به این رای دادن به این قانون اساسی وظیفه تکلیف شهریه. شد شهر و همین شهر را رعایت نکرد. تا وقتی من رئیس جمهور بودم، یعنی تا روز کودتا، 75 بار این قانون اساسی نقض کرد. یکی از اون نقض های این مجلس اول قلابی بود که انتخابات 70% انتخاباتش قلابی بود. با این حال همین مجلس بهش نامه نوشت، از بس که این تجاوز کرد به حقوق قانون اساسی، که دانشجویان حقوق این رو در آورده بودن شده و 300 مورد. نامه نوشتن آقا دیگه چیزی از این قانون اساسی نمون. گفت به این که این من از راه چون جنگ بود و اینا از راه اجبار این کار نرسخا شده، از این به بعد طبق قانون عمل میشه. و نکرد، دم از ولایت مطلقه فقیه شد. راحت گفت میتونم احکام دین رو هم تغییر بدم، قانون اساسی که دیگه جای خود داره. تو این منتظری به آقا این شرکه ولایت مطلقه شرکه. خب شرکه هم گفت دیگه، گفت و الان هم مجراست.
پس این همینجور که قدرت گفتم از خود بیگانگی میکنه، ببین از اون بیان استقلال و آزادی شد نظارت فقیه، شد ولایت فقیه، شد ولایت مطلقه فقیه. یعنی در واقع با بیان قدرت یا با ایدئولوژی بر مبتنی بر قدرت اصلا نمیشد انقلاب کرد. سازندگی که انقلاب سازندگی است، درسته؟ غیر ممکن بود. غیر ممکن بود. جامعه هم رسیده بود که بر اساس مرامی که اساسش در اون حقوق خود رو باز می‌یافت، بر اساس اصول استقلال و آزادی، رشد، عدالت و اجتماعی، این انقلاب رو انجام داد. اما به ترتیبی که میل به استقرار استبداد به وجود اومده، این باید این ایدئولوژی و این مرام از خود بیگانه و توجیهگر قدرت میشد تا بسرو به جایی که ولایت مطلقه الان رسید. حالا این به جامعه هم در توجیه پذیر کرده به ترتیب کنار خود. حالا این که مثلا به کجا میرسه؟ دسته دولت مطلقه فقیه حالا هم از این ولایت مطلقه فقیه فقش رفته به کارش، مونده فقط اون چیزهایی که به کار توجیه زور میاد. یعنی الان اگر بخواهن یک کار سازندهی رو حکومت انجام بده، سر سوزن به این ولایت فقیه نیاز نداره، نه به این فقه احتیاج داره، نه به این عرض کنم به شما فقه احتیاج داره، نه به ولی امر احتیاج داره. اما اگر بخواد زور بده، اونجا سرکلش پیدا میشه. پس فقط به کار توجیه زور میاد. این از خود بیگانگیه که جامعه ایران دیده تا اینجا. خب حالا شما آمدی میگه اینا همه تاثیر اسلام سیاه. یعنی مسئله حل کن که نمیشه، مسئله ساز شده. حالا بذاریم این اسلام کنار، فردای بیمرام هم که نمیشه زندگی کندیم، پا از پا نمیشه برداشت. عمل بدون ایده وجود ندارد، پس اندیشه راهنما لازمه. حالا رفتیم و یه اندیشه راهنمایی باز آوردیم، همش حق. آقا شما ایرانی خانم، آقا اگر بخوایی زور به کار ببری، اونم همجور از چیزی نخواهد گذشت که او را هم تبدیل خواهی کرد به همین بلایی که سر دین بیچاره آوردی. این قدرت است که فاسد میکنه. خب حالا کی میمیده؟ یه جا میرسه که دیگه این نمیتونه قدرت رو توجیه کنه، چون دیگه ببینید مثلا این همین ولایت فقیه، آقا گفته بود که این ما با این ولایت فقیه هست که ما ایران رو مستقل کردیم و دیگه تو دهن امریکا زدیم و عرض کنم به شما قدرت منطقه شدیم و اصلا دنیای اسلام قرآن اسلامی و رهبر مسلمین جهان. همه اینا در واقع میگفت که من ایدئولوژی من ایدئولوژی قدرت متفوق است. اینا مدعی بود، در روز هم همین مدعا رو دارن دیگه. ها خب حالا این چجوری توجیه کنه این قرارداد وین رو، تسلیم رو نمیتونه، در میمونه. اینه که میبینی اون آقای عرض کنم به شما چی بگو شما صحیح. آقای روحانی میگه با چیزی امضا نکردیم ببریم مجلس، آقای رهبر میگه مجلس هم اختیار مجلس هم میگه که طرح به جای خود اون قرار داده بررسی کنه، طرح تصدیق میکنه که اجرا اجازه میده اجرا بشود، شورای نگهبان هم میگه من ورود نکردم در برجام، چون حتی اون مرام آقا قرار بود که ایران مثلا این قدرت منطقه و بشه. حالا تسلیم رو چنین مفتزهی رو چجوری توجیه کنه؟ در مونده این زمان، زمان مرگ ایدئولوژی است. ایدئولوژی شاه هم به همینجا رسید، انقلاب سپیدش مال مارکسیز لنینیز استالینیز من به همینجا رسید، نازیسم هم به همینجا رسید، فاشیسم هم به همینجا رسید، از پا در آمد. ولی در واقع سیر تحول از خود بیگانگی مرام یا ایدئولوژی در توجیه قدرت به جایی میرسه که جامعه را روز به روز نظام اجتماعی رو بسته تر بکنه. اونجاست که وقتی حل کننده مسئله دیگه ایدئولوژی نمیشه و نشون میده که به کار فقط خود توجیه قدرت میاد،
جامعه هم آخر حیات ملیش میفته، یعنی به خطر میفته و نیاز به تغییر داره. بله، ما فکر میکردیم که در این نیم ساعت میتونیم هر دو بحث رو انجام بدیم و نتوانستیم. خب بحث دوم رو بکنیم، این چگونه این ایدئولوژی گویا باز میتابونه مثل آینه نشون میده این نظام اجتماعی رو، بسته است، باز، بسته تر میشه، بازتر میشه، چگونه است. خب تمام میکنم، بسیار ممنون و متشکرم.